جناب دکتر کتیور، در برنامه تلویزیونی وایس آف امریکا در تاریخ 22/6/2010 شما میگویید که مردم در ایران شعار دادند هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. تمام کسانی که این شعارها در ایران دیدند و شنیدند و همینطور در دنیا میدانند که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بود. در مسابقه مطبوعاتی دیگری از شما در مورد 18.5 میلیارد دلار و طلا سوال می شود که حتی نخست وزیر ترکیه در تلویزیون درباره اون صحبت کرد. شما این خبر را مسخره کشیدید و او را انکار کردید. من فکر کردم که شما آخوند راستگویی هستید، مثل اینکه دروغ گفتن کار تمام آخونداست. رهبر شما آخوند خمینی هندی خائن جاهل جنایتکار در پاریس گفت من ایران را از فرانسه بهتر می کنم، آب و برق را مجانی می کنم. نتیجه اون را در زمان حیات فلاکتبار او در ایران دیدیم. نتیجهش 8 سال جنگ با عراق، کشتن هزارها نفر ایرانی در زندانهای بزرگ ایران بود و بعد از اون 21 سال خامنه‌ای جنایتکار و دروغگو کشور ما را به فلاکت کشید. شما که اهل مطالعه هستید بروید در اینترنت و در مورد عرب و ایران مطالعه کنید که از چه زمانی ایران عربی شد. شاید پادشاه ایران یزدگرد سوم در سال 642 میلادی بتواند به شما کمک کند. لباس شما عربی است، زبان شما عربی است. با تمام احترام به اعراب منطقه، شما عرب هستید نه ایرانی. زنده باد ایران، پاینده باد ایران، مرگ بر آخوندهای جنایتکار.